سرخط خبرهای مهم امروز. وضعیت صحی مارشال دوستم بهبود یافته و به زودی به افغانستان برمیگردد. حمایت تلویحی عمران خان از فتح نظامی کابل توسط طالبان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی برس. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای روزانه ما با خبر شوید. و نقل از صفحه رسمی بی بی سی دری. وضعیت صحی مارشال دوستم بهبود یافته و به زودی به افغانستان برمیگردد. منابع نزدیک به مارشال عبدالرشید دوستم انتقال او به ترکیه را بر دلیل بروز بیماری ناگهانی تایید کرده، اما میگویند که وضعیت صحی و بهبود یافته است. منابع نزدیک به مارشال دوستم به بی بی سی گفتند که او دیشب با برخی فرماندهان محلی در جوزجان در مورد وضعیت امنیتی شمال کشور تلفنی صحبت کرد و از آنها خواسته که علیه طالبان بسیج شوند. عنایت فرهمند معاون شورای عالی مصالحه ملی و از نزدیکان آقای دوستم در توییت گفت که وی در تماس تلفنی با سربازان و طرفدارانش خواستار استادگی در برابر طالبان شد و وعده داده که به زودی به افغانستان برخواهد گشت. مارشال دوستم از نفوس قابل توجهی در شمال افغانستان و به ویژه در ولایت فاریاب و جوزجان برخوردار است. بیش از این برخی رسانه ها از مسموم شدن او و انتقال عاجلش به یک شفاخانه در ترکیه سخن گفته بودند، اما خبر مسمومیت او از سوی نزدیکانش تایید نشده است. در این حال به نقل از صفحه رسمی گزارشنامه افغانستان، حمایت تلویحی عمران خان از فتح نظامی کابل توسط طالبان. فرهاد نوری گزارشگر ویژه فارسی محمد انور نیازی آگاه سیاسی میگوید آمریکا و جامعه جهانی افغانستان را تنها رها کردند و حالا دشمنان افغانستان بدون هیچ ترس صحبت میکنند. عمران خان نخست وزیر پاکستان در یک گفتگوی ویژه با شبکه عرب نیوز در روابط و قدرت رسیدن طالبان در افغانستان از راه نظامی گفته است. در صورتی که طالبان از راه نظامی بر کل افغانستان تسلط پیدا کند، پاکستان هیچگاه اقدام نظامی در برابر این گروه انجام نمی‌دهد. عمران خان که هیچگاه چنین دیدگاهی در مورد طالبان نداشت، حالا ظاهراً طرفدار رسیدن طالبان و قدرت از راه نظامی در افغانستان است. دولت پاکستان به ویژه مقامهای نظامی این کشور بیش از 20 سال می شود که متهم به حمایت رهبران طالبان و جنگجویان این گروه در افغانستان هست. تا حدی که گفته شده پاکستان تنور جنگ را در افغانستان شعله‌ور ساخته و تلاش کرده تا توسط طالبان به اهدافی که دارد دست یابد. با این حال دولت‌های افغانستان و پاکستان
هنوز هم روابط سیاسی اقتصادی خود را حفظ کرده اند. در جریان 20 سالی که گذشت، رفت و آمدهای سیاسون افغانستان و پاکستان که گویا آمی و پشتیبانی اصلی طالبان هست مطرح می شود و هر بار که جنگ در افغانستان شعله‌ور می شود یا حملات انتحاری، انفجاری یا ماین‌های مغناطیسی منفجر می شوند، نام پاکستان و طالبان سرخط رسانه های خبری می شود و مقام های افغان تاکید می کنند که پاکستان باید دست از حمایت طالبان بردارد و دوستی و برادری خود را با مردم افغانستان صادقانه نشان دهد و اجازه ندهند که طالبان خونهای مردم را به ناحق بریزد. دولت پاکستان از گذشته تا کنون هیچگاه و حتی برای یک بار هم این اتهامهای حکومت افغانستان مبنی بر حمایت پاکستان از طالبان را نپذیرفته، بلکه تاکید کرده است که طرفدار صلح و ثبات و پایان جنگ در افغانستان بوده و نیز طالبان را افغانی خوانده که با دولتشان سر برخی مشکلات جنگ دارد. پاکستان هرچند از سوی دولت مردان افغان حامی و بنیانگذار امارت اسلامی طالبان شمرده می شود که جنگ را به دلیل منافع خود در افغانستان روشن نگه داشته، اما باز هم دولت پاکستان نمی پذیرد و برعکس خود را در برابر وضعیت بد موجود در افغانستان بیگناه می داند. در دو دهه گذشته که امریکا در افغانستان حضور داشت و خبری از خروج آنان نبود، طالبان در گوشه و کنار این کشور با نیروهای امنیتی افغان در جنگ مسلحانه بود، اما با تضمیم خروج نظامیان خارجی از افغانستان طالبان جنگ را شدت داده و صدای پاکستان غیر مستقیم در حمایت از طالبان بلند شده است. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، الله یار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.